أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله كما هو أهله والصلاة على خاتم الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بر حسب تعلیمات آسمانی سفرای الهی، خصوصا خاتم آنان نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رذایل اخلاقی مثل حسد، مثل تکبر، مثل حرص، مثل کینه ورز بودن آدم نسبت به فامیل خودش، نسبت به دوستان خودش، نسبت به مؤمنی کینه تو دلش بمونه، این جزء رذایل اخلاقی است. گناهان که از رذایل اخلاقی ناشی میشن، منشأ کارهای بد، خصلت‌های بد است. آدم ملکات بد داشته باشه، صفات بد داشته باشه، آدم بخیل قهرن دعوای مالی پیدا میکنه، به خاطر مال دنیا خیلی ها رو از خودش میرنجونه. آدم متکبر به دلیل تکبرش خیلی چیزها رو تحمل نمیکنه، لذا نزاع و فساد مال ایناست. آدم حسود پیشرفت کسی رو نمیتونه ببینه. این سه تا صفت اصول کفر است. اگه کسی کافر میشه، کفر ریشه در این سه چیز داره. اصول الکفر ثلاث: الکبر و الحسد و الحرص. حسد وادار کرد قابیل هابیل رو کشت، تکبر هم عبادت 6000 ساله شیطان رو خاکسترش کرد و برای همیشه ملعونش کرد، ملعون ابد و ازل شد شیطان به خاطر تکبر. در جریان کربلا هم کبر بود که یزید رو وادار کرد از امام حسین
بیعت بخواد و حرص بود که عمر سعد رو طمع ملک ری، حرص ملک ری به این جنایت هولناک وادار کرد و حسد بنی امیه بود که نمیتونستن بنی هاشم رو در کنار خودشون ببینند و همینطور بنی العباس، که این همه جنایت و ظلم علیه امامان معصوم و شیعیان اونها انجام دادند. این رذایل اخلاقی ریشه در جهنم دارد و منشأ گناه میشه. گناهانی هم که بشر مرتکب میشه، گناه بلا میاره. وجود مبارک حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند اوصیکم به خمسن، من شما را به پنج چیز وصیت میکنم. لو ضربتم بها آباط الابل لکان بهی جدیرا. این وصیت گنجیه، اگه شما حتی تحمل رنج سفرها بکنید تا این گنج رو پیدا کنید. من یه چیز میگم، شما یه چیز میشنوید، این کافی نیست، باید این گوهر رو بیابید، ارزشش رو درک بکنید. این پنج چیز: یک، فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه، احدی از شما در زندگی امیدی جز به پروردگارش نداشته باشه. آدم امیدش به پولش باشه، امیدش به زور بازوش باشه، امیدش به جمال و خوشگلش باشه، امیدش به صدای خوبش باشه، امیدش به سخنوریش باشه، امیدش به سلاح و قشونش باشه، امیدش به پارتی و فامیل های گردن کلفتش باشه. خدا همه این امیدها رو ناامید میکنه، به هیچ کدام از اینا نمیشه تکیه کرد. اگر خدا نخواهد، هیچ کسی نمیتونه با آدم کمک بکنه. قدرت به دست خداست، قصر به دست خداست، مرگ و حیات به دست خداست، فقر و غنا به دست خداست، خوشی و حزن به دست خداست، همه چی به دست خداست. به غیر خدا دل نبندید که او میفته شما میفتید. تکیه نکنید، امیدتون در زندگی فقط خدا باشه. مطلب دوم فرمود ولا یخافن الا ذنبه. آدم در زندگی باید از هیچ چیز نترسد. الجبن و آرون، ترس صفت بد است، صفات رذیله است. آدم های ترسو به جایی نمی رسند. آدم هایی که جرأت ندارند، جربزه ندارند، دنبال هر کاری بگی برو میگه مگه میشه، همیشه منفی بافی میکنه. اون بی ارزگی، اون نداشتن همت، نداشتن روحیه تلاشگری، همیشه ترس داره که شکست میخوره. آدم از هرچی بترسه اونم به سرش میاد. لذا باید آدم دارای همت باشه، دارای غیرت باشه، دارای عرضه باشه، باید ریسک بکنه به تعبیر امروزی ها، یا نه به تعبیر اخلاقی و توحیدی باید توکل داشته باشه. چرا از کسی میترسی؟ چرا از چیزی حساب میبری؟ از هیچ کس نترس، نه از صاحب منصب ها بترسید، نه از پولدارها بترسید،
نه از جب سازی ها بترسید. آدمی که خدا داره، توکل به خدا میکنه، از هیچ چیز در عالم نمیترسه. اونی که از غیر خدا میترسه دلیل ضعف ایمانش هستش. وجود مبارکه امام صادق علیه السلام در مسیر مکه بودن، گروهی هم همراه آقا افتخار داشتن که در رکاب امام زمانشون به مکه میرن. میگن مرحوم حاسد از زلا، امام زمان بهشون فرموده بودن بیان نجف، از اونجا با هم میریم مکه. در نجف خدمت حضرت رسیده بود، به اتفاق حضرت رفته بودن مکه. خوش به حال کسی که با امام زمانش مکه میره. امام زمان ما هم دل داریم، خوشا به حال حاجی هایی که در عرفات حضرت رو دیدن، خوشا به حال اونایی که در مشعر دامنش رو گرفتن، خوشا به حال اونایی که در خیمه های منا پا روضه عموش حضرت ابوالفضل نشستند و با امام زمانشون گریه کردند. خدمت امام صادق عده‌ای همراه شدن به مکه برند. گروهی از این خشک مقدس های بی ولایت، بعضی ها دم از دین میزنند ولی ولایت رو قبول ندارند. اینا دین ندارند. آدمی که ولایت نداره، آدمی که از عزت اسلام خوشش نمیاد، از اقتدار اسلام خوشش نمیاد، از اینکه شیعه قدرتی پیدا کرده، پرچم به دست صاحب ولایت است، از این خوشش نمیاد، معلوم میشه این خیلی شیطونه، خیلی بدبخته. نماز شب هم بخونه، خشک مقدسی هم داشته باشه، پشیزی ارزش نداره. عده‌ای بودن درویش مسلک بودند، امام هم قبول نداشتن، ولایت رو قبول نداشتن، اهل ذکر و ورد بودن. اینا اومدن از امام صادق جلو زدن، مرکب هاشون تند و تیز بود، رعایت ادب هم نکردن، از امام جلوتر رفتن. رفتند و حضرت صادق علیه السلام با کاروان خودش، با گروه خودش، بعد از یه ساعتی راه پیمودن، دیدن که اینا در یه جایی متوقف شدند و نمیرن، همونجا ایستادن. گفتن شما که با سرعت با عجله میرفتی، چی شد توقف کردی؟ گفتن آقا یه شیر درنده ای تو مسیرمون دیدیم، تو جاده اونجا پنجه هاشو زده و ترسیدیم نتونستیم جلو بریم. حضرت فرمودن که بیایید من ردتون میکنم. آمدن رسیدن به شیر. وجود مبارک امام صادق علیه السلام یک تفقدی از این شیر درنده کردن. شیر آمد، این پوزش رو میمالید به رکاب امام صادق علیه السلام و حضرت چیزی تو گوش این شیر فرمود. عرضه داشتن یا ابن رسول الله، این چه برخوردی بود با این حیوان درنده کردید؟ حضرت فرمودن این حیوان منو دید، جلو آمد، از من التماس دعا کرد، گفت جفت من در حال زایمانه، از خدا بخواه که این حیوان، این جفت من زایمانش آسون بشه، یک، دوم بچم نر باشه، سوم در نسل من دشمن آل پیغمبر نباشه. نسل در نسل، اگه ما درنده ایم به بچه های پیغمبر، به شیعیان شما کار نداشته باشه. وجود مبارک امام صادق هم فرمودن من بهش بشارت دادم که بچت نر هست و در نسلت هم دشمنی برای ما نخواهی داشت. هیچ درنده ای با آل رسول دشمنی نداره، هیچ درنده ای با شیعیان امیرالمومنین هم درندگی نداره. بعد وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن اگه شما تقوا داشته باشید، بارتون رو به دوش درنده ها میذارید، حمل میکنید، همه درنده ها در برابر مؤمن رامن. این درندگی ها مال اون درندگی های باطل ما، باطن ماست، به صورت درنده ظاهر در میاد ما رو میخوره. اگه درون ما در برابر خداوند من نان انقیاد داشته باشه، ما بنده خدا باشیم، هیچ درنده بیرونی به ما صدمه نمیزنه.
حضرت فرمودن که تقوا باعث میشه همه موجودات شرور در برابر شما نرم بشن، مشکلی برای شما درست نکنن. بنابراین در زندگی نه از درنده بترسید، نه از مار بترسید. مرحوم امیرز علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه به مرحوم امیرزا حسن بجنوردی در مسجد کوفه رسیده بود. امیرزا حسن بجنوردی نسبت به مرحوم آقای قاضی تردید داشته در مقامات این عارف بزرگوار که استاد آقای بهجت بودن، امیرزا علی آقای قاضی عارف در مقامات ایشون تردید داشته. در این حال چون پدرش مرید آقای قاضی بوده، ایشون هم بی اختیار دست آقای قاضی رو بوسیده بود. آقای قاضی هم دست این مرد بزرگوار رو که فقیه بوده، نویسنده است، یه دوره کتاب قواعد فقهی نوشته، مجتهد بوده، احترام میکنه. آقای قاضی دست ایشون رو میگیره، از مسجد کوفه میاره بیرون و با هم که قدم میزدن میبینن یک مار افعی به سرعت داره میاد جلو. آمیزا حسن بجنوردی میترسه، میلرزه. آقای قاضی میگن نترس، این کار به ما نداره. با اینکه ایشون میگه نترس، ولی ترسش نمیریزه. مار هم مقابل اینا میاد، در نزدیکی اینها یه قدمی چند وجب اینا سیخ وامیسته و نیشش رو به طرف اینا میگیره. این سید بزرگوار داشته ضعف میکرده، مرحوم آقای بجنوردی. آمیرز علی آقای قاضی میگه نترس. انگشتش آقای قاضی به طرف مار میکنه، میگه مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. این مار خشک میشه، انگار برق وصل کردن، خشک خشک شد، تکون نمیخوره. ایشون حرفش رو با مرحوم آقای بجنوردی ادامه میده. یه چند قدمی که میرن، آقای بجنوردی خداحافظی میکنه. وقتی خداحافظی میکنه، تازه باز هم وسوسه میشده، میگفته نکنه ایشون سر کرد، نکنه ایشون چشمندی کرد، برم ببینم چه خبره. میاد ببینه که این مار، مار واقعی بود یا به نظر این اومده، آیا مرده یا در اون لحظه ایشون یه کاری کرده که این فکر کرده مرده. میاد میبینه ماره همون جور مثل چوب خشک، دست میزنه میندازه، میبینه نه واقعا مرده. این قدرت بنده خداست. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من مطیع من باشی، همه موجودات مطیع تو خواهند شد. حتی بگی بمیرن، میمیرن برات، هر چی تو بگی اون میشه. اما چی باعث میشه که انسان این قدرت رو از دست میده، این عزت رو از دست میده؟ گناه. امام امیرالمومنین فرمودن امید جز به خدا نداشته باش و ترس جز از گناه نداشته باش. ولی وقتی گناه کردی از گناه بترس. گناه ریشه سعادت آدم رو میسوزونه، گناه آدم رو عاقبت به شر میکنه، گناه برای زندگی آدم نکبت درست میکنه، گناه جنگ میاره، گناه گرانی میاره، گناه قحطی میاره، گناه صفای خانواده رو از بین میبره، گناه ناامنی میاره، گناه عمر آدم رو کوتاه میکنه. جناب عیسی ابن مریم به یه قبرستانی عبور کردن، فرمودن اونهایی که با عجله طبیعی مرده اند بسیار کمند، غالب اینایی که میمیرن مرده های گناه اند. گناه میکنن، عمرشون کوتاه میشه. گناه علاوه بر این که در دنیا عوارض داره و زندگی ها را تنگ میکنه، آدم توی ویلای وسیع نشسته، خانه های هزار متری نشسته، ولی در درونش احساس فشار میکنه، زمین و زمان گویا او رو فشار میدن. چرا؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ذنکا و نحشره یوم القیامت اعما. فرمود هر کس خدا را از یاد برد، خدا زندگی رو بر او تنگ میگیره. پولدار باشه، رئیس باشه، وکیل باشه، هر کار میخواد باشه،
دلش به دست منه، من دلش رو قفل میکنم، این هرچی بیرون وسیع داشته باشه، اما تو دلش من فشارش میدم، قصه میکشدش، سکته میکنه به اندک چیزی، پرس میشه در درون خودش. این کار دست خداست، همه چی دست خداست. فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. شما هر مصیبتی در زندگی به سرتون میاد، بدونید خدا با کسی عقده ای نداره، خدا دشمن بندهش نیست، خدا ارحم الراحمینه، خدا بندهشو خودش آفریده، بندهشو دوست داره، چون کار خودش، هر کسی کار خودش رو دوست داره، هر کسی اثر خودش رو دوست داره. شما ها اثر پروردگار متعالید خدا دوستتون داره، خدا که به کسی بد نمیکنه، که آدم خودش به خودش بد میکنه. این مشکلات، این گرفتاری ها، این بدبختی ها، این سرگردانی ها، این چه کنم ها، اینا مال گناهه، مال این دروغ هاییست که به هم میگیم، مال این جفاهاییست که میکنیم، اینا برای ما بلا میشه، آتش جان ما میشه و برای ما گرفتاری درست میکنه. حالا که هم تجربه این رو نشون داده، هم صادق مصدق پیغمبر به ما خبر داده، علی فرموده از گناهتون بترسید، قرآن فرموده مصیبت ها و گرفتاری ها در اثر گناه شماست، چه کنیم این گناهان ما پاک بشه؟ چه کنیم از شر گناه خودمون خلاص بشیم؟ چه کنیم امنیت پیدا کنیم، آرامش پیدا کنیم، استراب ها ما رو بیچاره نکنه؟ همه چی داریم، دل خوش نداریم، آدم زن داره، بچه داره، خونه داره، ماشین داره، همه چی داره، اما زنش افسرده است، جووناش سرگردونن، تو خودشون هیچ جوونی و خوشی نداره، مرتب بدبختی داره، هر جا میره با شکست مواجه میشه. چه کار کنیم این نکبت ها از زندگی ما بره؟ این فرمول هایی که در قرآن کریم هست، یک فرمود استعینوا بالصبر والصلاة. اگه بیچاره شدید، اگه زمین خوردید، اگه در به در شدید، دو تا پناهگاه خدا به شما نشون میده، برید پناه بهتون میده، یکی نماز، تو مشکلاتتون پناه به نماز ببرید، این سنگر نمازتون رو محکم کنید. نماز اول وقت آدم را عاقبت به خیر میکنه، چیزی بهتر از نماز نیست، نماز چراغ ماست، نماز عمود دین ماست، نماز بیممون میکنه. قرآن هم وعده داده که آدمای گرفتار، آدمای زمین خورده، ورشکسته ها، بیمار ها، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز، این یکی از پناهگاه هاست. دوم روزه، اگه دیدید گناهتون بیداد میکند، روزه بگیرید، خداوند متعال دم افطار از شما خوشحال میشه، برات آزادی شما رو مینویسه، لصائمه فرحتان، فرحتان اندل افطار، دم افطار خدا زندانیان درون رو آزاد میکنه، در دلشون رو، قفل دلشون رو باز میکنه، دل باز میشه، دم افطار آدم حال خوشی داره. این صبری که در این آیه آمده، استعینوا بالصبر والصلاة، این صبر رو روایات میگه روزه است. به نماز و روزه آدم گناهکار پناه ببره، چه دو تا چشمه است، گناهان باطن رو میشوید و میبره. جوانای عزیز ما، شما که آیندتون معلوم نیست چی میشه، شما که نگرانید، شما که بعضیاتون کارم ندارید، سرگردانید، بیایید دامن نمازتون رو بگیرید، بیایید ماهی سه روز روزه بگیرید، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزه بگیرید، اگه روز قضا دارید قضاهاتون رو بگیرید، اگه قضا ندارید هدیه کنید به 14 معصوم، با حضرت زهرا معامله کنید، با امام زمانتون معامله کنید، برای سلامتی حضرت روزه بگیرید، برای رفع مشکلات دیگران روزه بگیرید. روزه آدم رو نجات میده، این وعده خدا دروغ نمیشه، خدا وعده داده، استعینوا بالصبر والصلاة.
سومین چیزی که در قرآن موجب نجات معرفی شده است عبارت از این که هر کسی کار بد کرد به دنبالش کار خوب بکنه. فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. هرگاه دیدید پروندهتون بد شده دیگه یک آتش بس بدید، از این به بعد شروع کنید کارهای خوب بکنید. کار خوب کار بد رو میشوید میبرد. شما کار بد کردید، بلا دیدید، از حالا به بعد کار خوب بکنید. در میان کارهای خوب چیزهایی که برای انسان خیلی میتونه کارساز باشه، یکی سجده های طولانیه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، جوانم بود. این جوان ها دل پاکی دارن، اشتباه میکنن، خطا میکنن، گاهی مرتکب گناه میشن، آلوده میشن، ولی دلشون زود برمیگرده، دل صافه، ریشه دار نیست، خباثت نیست، اشتباهه، ضعف نفس در برابر دشمن زمین خورده است. جوانی آمد خدمت امام صادق، این جوان ها زیاد به ماها مراجعه میکنن، آمد خدمت امام صادق، عرضه داشت یا ابن رسول الله به دادم برس. حضرت فرمود چیته که به دادت برس؟ گفت بار گناه هم سنگه شده، کمر رو بشکن، نگرانم این همه گناه، کار به دست من بده، بدبخت بشم. امام صادق علیه السلام فرمود از سجده های طولانی انجام بده، خدا گناه تو رو با سجده های طولانی میبخشده. یه فرمولی هم امام صادق علیه السلام دادن، فرمودند هرگاه کسی گناهی کرد و نگران اثر و نکبت گناهش بود، پاش وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، بعد از دو رکعت نماز 70 بار استغفار بکنه، بعدم سر به سجده بگذاره، اگه میتونه گریه کنه، اگه نمیتونه تباکی بکنه، بگه الهی العف در سجده، الهی العف، العف، ان الحسنات یذهبن السیئات. خدمت به بندگان خدا، مخصوصا با آیه آدمی که همه درها به روش بسته است، هیچکی نداره، شما کمک کردید یه دری به روی او باز شد. من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملهوفین. این فرمایش حضرت امیر علیه الصلاه و السلامه. فرمود آدم گناهان بزرگم مرتکب شده باشه، اگر به یک بیپناهی پناه داد، یه آدمی که گره تو کارش افتاده بود نمیتونست باز بکنه، این رب واسطه شد یه جوری گره کارش رو باز کرد، خدا تمام گناهان او رو میبخشه. کفاره گناهان بزرگ پناه دادن به یک آدم بیپناه هست. به بیپناه آدم پناه بده ولو شده بچه گربه. آدم به یه بچه گربه بیپناهی پناه بده، خدا حساب و خاص براش باز میکنه. اون وقت به یه بنده خدایی ولو شده بنده گناهکار، خدا بنده خداست، به بنده خدایی که گرفتار آدم گناه به او پناه بده، خدا برای او حساب و خاص باز نمیکنه. پس یکی از چیزهایی که انسان رو در برابر گناهانش نجات میده و نکبت رو از زندگی میبره، ترحم به دیگرانه، پناه دادن به دیگرانه، باز کردن گره دیگرانه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عارف بودن، حکیم بودن، فقیه بودن، مجاهد بودن، عبد صالح خدا بود، اهل یقین بود، ایشان اگه حرفی میزد حرفش حساب کتاب داشت. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودند من گمان نمی کنم در میان عبادت ها چیزی بالاتر از خدمت به بندگان خدا باشه. خدمت خیلی ارزش داره، خدمت کنید به هم دیگه. حالا خیال نکنید باید به دور دورا خدمت بکنید، همسایه بغلید خیلی گرفتاری داره تو نمیدونی، برو ببین چیشه. نکنیم، نه نکنه که در خوشی هامون، در رفاهمون خدا رو فراموش کنیم، گناه بکنیم، بعد وقتی مریض میشیم توبه بکنیم، خدا وقتی شفا داد دوباره برگردیم ما آدم بد بشیم. این کار استهزاء پروردگار متعال به خدا، استهزاء به خودش رو بر نمیتابد، عذاب میکنه. توبه باید توبه نصوح باشه. و آخرین نجاتی که برای بشر هست شفاعت است.
شفاعت پیغمبر، شفاعت حضرت زهرا، شفاعت ائمه اطهار، خصوصا شفاعت حضرت ابی عبدالله الحسین. خدایا به مقام امام حسین ما را ببخش و بیاموز. یا ربنا.